با توجه به اعمال برخی محدودیت ها به دلیل شیوع کرونا عربستان سعودی در نظر دارد علاوه بر کاهش زمان حضور زائران در مکه مکرمه محدودیت های دیگر ایرانیز در نظر بگیرد که اعزام نشدن برخی زائران به مدینت و نبی نیز یکی از این موارد است دولت عربستان امسال اعلام کرد که پذیرای یک میلیون زائر خانه خدا در ایام حج تمتع خواهد بود این در حالی است که در دو سال گذشته به دلیل شیوع کرونا تعداد زائران حج تمتع بسیار محدود شد و حتی سعودی ها از پذیرش زائران کشورهای خارجی امتناع کردند با توجه به تصمیم سعودی ها برای حج تمتع امسال تعداد زائران خانه خدا نسبت به ایام قبل از شیوع کرونا تقریبا 50 درصد کاهش داشته است از دیگر محدودیت های تعیین شده ممنوع شدن سفر حج برای زایران بالای 65 سال است آن دسته از زایرانی که زیر 65 سال سن دارند هم باید واکسن کرونا را تزریق کرده باشند دیگر محدودیت قرار داده شده این است که زایران باید به استفاده از ماسک نه تنها در فضاهای بسته بلکه در فضاهای باز نیز احتمام داشته باشند. همچنین احتمال حذف خدمات آشپزخانه و حتی ذبح قربانی به صورت سنتی در حج امسال وجود دارد و در سیستم جدید این اقدامات به صورت الکترونیک انجام خواهد شد. یکی دیگر از اموری که ممکن است در حج تمتع امسال رخ دهد کاهش مدت زمان حضور زائران در سرزمین وحی است اقدام عربستان به حذف زیارت مدینه از سفر حج در حالی انجام می شود که روایت های پیامبر و اهل بیت ایشان بیانگر این است که زیارت پیامبر و امامان معصوم در حرم بقی کامل کننده ی حج است حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله علی می هر کس حج به جا آورد و مرا زیارت نکند به من جفا کرده است